سلام دوستای خوبم، امیدوارم از هر جایی که این ویدیو رو نگاه میکنید حالتون عالی باشه. خوش اومدید به یه درس دیگه، یکی از شیرین ترین درس ها که میدونم مشکل همتون هست، پس منتظرتون نمیذارم. بدون معطلی بریم سراغ مهمترین نکته هایی که رمز و راز اینه که شما چطوری حرف انگلیسی ها رو بفهمید، چون همونطور که میدونید الان مثل فارسی صحبت کردن خودمون که خیلی سریعه، انگلیسی رو هم همینطور صحبت میکنن. یعنی انگلیسی ها خیلی روون و تون صحبت میکنن و ممکنه شما جا بمونید و اصلا نفهمید که چی شد. اما یه سری کلیدایی هست، اون شا کلید رو میدم دستتون، اون رمز و رازا رو اگر امتحان کنید بی برو برگرد، سطح لیسنینگتون رو خیلی میکشه بالا و حرف انگلیسی ها رو میفهمید. و اولین چیزی که میخوام بهتون بگم و شاید باور نکنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه، همین که توی ذهنت با هر سطح زبانی که هستی از اون ابتدایی که اصلا با یه انگلیسی روبرو میشی، مغزت بهت میگه که حالا من اگه حرفشو نفهمم چی؟ همونجاست که مغزتو تو قفل کردی، دقیقا مغزتو قفل میکنی، انگار سویچ آفش میکنی، انگار دکمه خاموششو میزنی و شات داونش میکنی. و همونجاست که به جای این که تمرکزت اصلا روی طرفای طرف منظور طرف باشه، همین الان امتحان کن، من دارم فارسی حرف میزنم، شروع کن به فکر این که اگه حرف اینو نفهمم چی. همین الان من دارم با حرف میزنم، به فکر کن که اصلا فارسی رو به زور میفهمی و زبان دومته، چه اتفاق میفته؟ فکر کن که باید اگه حرفاشو نفهمم چی، اصلا میتونی تمرکز کنی؟ نه، امتحان کن، واقعا امتحان کن. نه نمیتونی تمرکز کنی، چون پیش خودت میگی که در واقع توی ترسات غرقی، حواست جای دیگه است که زبون خودت هم باشه نمیفهم. پس اول از همه ریلکس، از اون اول با اعتماد به نفس برو تو چرا من نباید حرفاشو بفهمم، میفهمم و با کمی دقت میتونم فوقش حداقل مسئله کلیدی رو بفهمم و جواب بدم. که این منو میبره به مورد دوم، که شما باید با اعتماد به نفس کامل، حتی اگرم نفهمید انقدر اعتماد پیش خودت بگو که فوقش حالا نفهمم چی میشه، هیچ اتفاق بدی برای من نمیافته، یا من چه اتفاقی برام میخواد بیفته، زندگیم تو دست این شخص که نیستش. که فوقش میگی از این کلمات استفاده کن. Can you repeat that for me? Can you repeat that for me? آیا میشه برای من تکرارش بکنی؟ Can you slow down a bit? Can you slow down a bit? Can you slow down for me? Can you slow down? اگه بخوای کوتاه بگی، میشه لطفا آروم‌تر صحبت کنی؟ یا It's too fast for me. It's too fast for me. خیلی برای من سریعه. و can you slow down then؟ میتونید then بپرسی can you slow down؟ یا come again. این یکمی غیر رسمی تر هستش تا اینکه can you slow down یا it's too fast یا can you repeat that please. اینها رسمی تر هستن، اما حالت غیر رسمی ترش اگر خیلی کژول و دوستانه دارید با یکی صحبت میکنی، میتونی بگی come again، what was that, come again. بریم سراغ بعدی که هست مخفف ها و یا abbreviations. اونا همون short form ها یا مخفف ها هستن که بهتون گفتم، که خیلی درس دادم توی درسایی که براتون گذاشتم، خیلی درس دادم، میتونید برید یادشون بگید. درسایی هست مختصر برای ایناست، مثلا it is it یا حتی tis. بله درسته که مثلا ممکنه که یه نفر داره میگه tis، میگه ها چی گفت، در واقع همون it's یا مخفف it is. بعضی میگن it's، بعضی میگن tis. یا he's، مثلا با این باید آشنا بشه که he is میتونه باشه، he's هم میتونه باشه که مالکیته، یا he has هم میتونه باشه، همه گه این صفت میشه she's مثل his. البته she's
مثلا دیگه مالکیتش میشه her مال او، ولی she's یا she has، she is یا she has. پس اینا رو بعد یاد بگیرید که بدونید با گوشتون آشنا بشه و زیاد روش یه دفعه آخه قف ممکنه که مغزتون بکنه چی گفت. شما دوباره میریم توی قسمت بعدی، شما به لغات بولد و اون مطلب اصلی توجه کنید. بود و هست و اما ایز و آرش رو ول کن. اون کلمات یه کلیدی رو بهش توجه کنی، میتونی یه چیزایی سردر بیاری. چرا؟ چون خودش شخص صحبت کننده هم معمولا استرس یا فشارش رو میذاره روی اون کلمه های کلیدی و اونا رو واضح‌تر و بلندتر روشون تاکید میکنه و میگه. پس شما بیشتر به همون جاهایی که بلندتر و بولتر هست کلمات کلیدی به کار میره شما باید توجه کنید. و بریم سراغ اینتونیشن یا تون صحبت. یک سوالی که از شما میپرسن آخرش کاملا مشخصه که این سواله. مثلا What time are you leaving? خب این آخرش رو به leaving، این کششی که داره معلومه که سوال هستش. پس حداقلش اینه تا اونجا متوجه شده که طرف داره ازت یه سوال میپرسه. یا the weather is hot today. It's very warm today. این نشون میده که آخرشون کشیده نمیشه. یک جمله خبری هستش و یه خبری داره به شما میرسه و شما فقط میتونید تایید بکنید خیلی راحت. اگر که کامل نفهمیدید هیچ مشکلی نداره، ولی خب اگر که فهمیدید که چه بسا فبه ها میای توضیح میدی تو هم بگی آره بیشتر مکالمه است، مکالمه رو بیشتر کشش میدی. یک چیز خیلی مهم با توجه به شهری که توی اون شهر زندگی میکنید یا اون محیطی که دارید با یا دست افرادی که باشون سر و کار دارید، یه موقع میبینی کاری هست، بیزنس هست و رسمی هست یا تو کوچه خیابون هست یا اینکه کلن مجموعه شو که در نظر بگیری توی یک شهر شما هستید مثلا که لوکال ها یا بومی های منطقه محلی های اونجا همشون تو همه دنیا اینجوریه. حتی تو خود ایران هم ببینید تهران یک سری اصطلاح ها رو دارن که مثلا شمالی ها یک سبک دیگه صحبت میکنن. پس شما با اون منطقه مثلا گویش های لیورپولی که دیگه معروفه توی انگلیس که خیلی زبان خاص و خیلی لهجه خاصی دارن، فقط چند تا چیز هستش که بین همهشون مرزه اون سبک صحبت میکنن و شما یه مکالمه رو بشین بشکف و به اونا رو یاد بگیر، چیزهایی که تو محل منطقه بومی های اون شهر خیلی استفاده میکنن، متفاوته با چیزهایی که کلوبی مثلا چیزی که آمریکایی صحبت میکنه تو شهر نمیتونی پیدا کنی، یه چیزی که تو شهر پیدا میکنی آمریکایی ممکن اصلا نفهمه. پس تو خودتو عادت بده با گویش اون منطقهی که توش هستی. این یه صحبت. و یک بار بشین تو وقت آزادت اینا رو بشکافت و توی جزریز جزیاتش برو. فکر کن یه وایس داری، یه نوت، یه وایس داری یا یه دونه صحبت ضبط شده از یکی داری، میتونی اینو بارها یا بشین یه فیلم با اون سبک و گویش رو ببینی که تو یوتیوب هم پر هست، میتونی بشین بشکافی پوز 10 بار از اول شده گوش بدی، حتی برای خود بنویسی یا گوشتو باهاش آشنا کنی که توی اون منطقه چطوری صحبت میکنن و دفعه بعد دیگه مغز و گوشت دیگه با اون آشنا هستش و دیگه میدونی که اونا چطوری صحبت میکنن. حتی توندم که بگن چون با گوشت الان چرا شما انگلیسی نمیفهم؟ چون گوشت آشنا نیست، تو گوشت به فارسی آشناست، تو چرا نمیفهمی؟ به خاطر اینکه گوشت با ایرانی آشنایی. ببین الان مثلا من هر چقدر تون صحبت کنم تو اصل مطلب رو میگیری. خب چرا؟ چون برات همه چی آشناست، ترسم نداری که منو نفهمی. خب برای انگلیسی هم همینطوریه، شما با اون
صحبت و جملات انقدر خودت آشنا بکن و در معرضش مغزت رو قرار بده که مغزت دفعه بعدی که میفهمه دیگه بتونه این اطلاعات رو بشکافه و پروسش رو پروس در واقع داده ها رو پروسس کنه، یا مثلا داده ها رو توی مغزت بتونه دقیقا طبقه بندی کنه که چجوری این راجبه چی صحبت میکنه، این داده ها در واقع در ارتباط با چیزهایی که قبلا تو دریافت کردی به مغزت مثل کامپیوتر برنامه شد دادی، الان هم سریع میگرده میگه آها این وصل میکنه، آها این اینو میگه. توی مغزت باید باشه که کانکتش کنی. برای همینه که بهتون میگم تلاش 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 نمیتونی بشینی بگی که من چرا صحبت های انگلیسی ها رو نمیفهمم. لغت ها، جملاتی که من دارم بهت میگم بارها از خانواده خودت و از اطرافیان و دوستای خودت شنیدی نشنیدی، خب به خاطر همونه که الان خیلی راحت میشینی نگاه میکنی و میشنوی و میفهمی. اما انگلیسی رو میخوای خودتو از ناکجا باید یهو قرار بدی و بگی من باید بفهمم، خب معلومه که نمیفهمی، باید قبلا باش آشنا شده باشی و مغزتو تو معرض نمایشش قرار بدی، وگرنه همه این کارا رو که کردی بعد از اون هیچ نگرانی نباش، فقط تو فقط میتونی از طرف بپرسی که لطفا دوباره تکرار کن یا آروم تر صحبت کن. توی وقت آزادت بشین به نیتیو گوش کن، توی وقت آزادت بشین فیلم نگاه کن، مغزتو به این چیزا معرضش قرار بده، مغزتو بیار رو کار. مغزتو بدبخت رو نمیتونی مثل یه بچه میمونه که تا حالا خونه بیرون نبردیش بعد میگی تو چرا مسیر مدرسه رفتن تو خودت بلد نیستی، چرا مسیر این که مثلا بری فلان جا برگردی و خودت بلد نیستی، خب تو باید چند بار ببری بیاری آشناش کنی بهش یاد بدی بعد میره خودش دیگه برات از تو هم زرنگ تر میشه، ولی زمانی که آخ دیگه خودتون مطلب رو میگیرید. یه شوخی هم میخوام باهاتون بکنم، کاری نداره که یه دقیقه هرکی گفت گوش صبر کن، گوشی تو در بیار بگو تو این گوشی حرف بزن خودش ترنسلیت میکنه. این که شوخیه ولی واقعا واقعا اگر به این چیزایی که میگم توجه بکنید من به شما قول میدم که بتونید خیلی راحت زبانتون رو بکشید بالا. مختصر و مفید بود. اگر پیشنهادی چیزی دارید که بتونم براتون یه ویدیوی دیگه درست کنم که چیزی که براتون مفیده، چیزی که فکر می‌کنید به دردتون می‌خوره که پیشرفت بکنید، برای من تو کامنت‌ها بذارید حتما براتون درست می‌کنم. تا درس بعدی، خدا.